درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت. آرتمیس اهورا هستم و همونطور که میدونید این برنامه به آن چیزی میپردازه که نگاه ایرانی در واقع ایران پیش از اسلام رو و هویت ایرانی رو در بر میگیره و هر آن چیزی که از ما به عنوان یک ملت ایرانی یا ایرانی تبارانی که در جاهای مختلف در حوزه فرهنگی ایران بزرگ زندگی میکنن به این موضوعات و به این جستارها مربوط میشن. خب داریم نزدیک میشیم به زمان درختکاری ها و گیاهکاری ها و اسفند و هفته درختکاری و خیلی خوبه که در اینجا یک جستار بسیار با اهمیتی که ما همیشه با شما هر سال در این زمان داشته این رو امسال هم خواهیم داشت و از جنبه های گوناگون اهمیت نگاه زرتشتی به مقوله زیست بوم و به نگهداری از هر آنچه که در گیتی و هستی هست رو بررسی می کنیم. همون جوری که احتمالاً در جستارهای دیگر از من شنیدید، میدونیم که ادیان غیر سامی یعنی باور زرتشتی ما که جز و ادیان غیر سامی است و یک مقداری هم حالتهایی از بودایی و هندویزم در این دین در این دید با ما شریک هستند، جهان رو و گیتی رو دارای روان و جان میدونن. به خصوص در نگاه زرتشتی ما بخشهایی از اون رو که تأثیرگذار هست در نگهداری از زندگی انسان و موجودات دیگر رو حتی مقدس میدونن و همین رویکرد نوعی حق میده به همه موجودات که زندگی خودشون رو در روی زمین نگهداری کنن و آسایش داشته باشن. در دیدگاه زرتشتی چون ما انسان رو یعنی زرتشتیان و خود زرتشت انسان رو مرکز جهان نمیدونه و در واقع اشرف مخلوقات مانند ادیان سامی نمیدونه، همه اون چی که در جهان آفریده شده رو در واقع در خدمت انسان نمیدونه. نگاه زرتشتی این باور رو داره که انسان همکار و همراه اهورامزدا است در آبادسازی و نگهبانی از هر آنچه که در همه گیتی وجود داره و برای همین هم همه آداب و مراسمی که ما میبینیم در باور زرتشتی به نوعی رابطه کاملا مستقیم داره با جهان هستی و با عناصری که در هستی هست و با عناصر کیهانی. حتی برای همین هم ما مثلا در باور زرتشتی زمین رو یک شیء نمیپنداریم و برای شخصیت قائلیم و حتی در سلسله مراتبی که برای به اصطلاح سپندار های مختلف و به اصطلاح فرشتگان حالا یا عناصر یا ویژگی های برتری که برای جهان آفرینش و عناصرش در بر گرفته شده و هر یکی از اینها یک ویژگی خاص و یک ارج و یک اهمیت خاصی داده شده. از این روی ما در خود گاتها در قسمت های مختلفش علاوه بر نیایشی که در باره کره زمین میبینیم و حتی در نیایشی که در باره اهورامزدا میبینیم، نیایش های بسیاری میبینیم از به صورت گفتگوهایی که زرتشت با اهورامزدا کرده و نیایش کرده و ستایش کرده و ارج و بها داده به مکانهای مختلف در روی زمین، زندگی هایی که مردم دارن، روستاها، چراگاهها، خانمانها، آبشخورها و همه اینها ستایش شده و اینها رو جزو بخشهایی دانستن که روان یا فروهر داره و از طریق انسانها اینها پاک و نیک ستایش میشن و بهشون اهمیت فوق‌العاده‌ای داده میشه. در جستار امروز که میخوام آغاز بکنم با خانم دکتر الیکا بقای مهمان این هفته برنامه، در این گفتگو میخوام با ایشون نظراتشون رو و آگاهی‌هاشون رو در اختیار ما و ما و شما بینندگان و شنوندگان این برنامه بذارم و درباره اهمیتی که نگاه زرتشتی داره کلن به همه عناصر آفریده شده در روی زمین، آب و آتش و خاک و باد و هر آن چیز دیگری که در روی زمین هست رو با شما شریک میشیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی و خواهش میکنم یک خوش آمدی داشته باشید و جستار رو آغاز کنیم.
درود بر شما آرتمیس بانوی عزیز و فرهیخته ما و درود به همه بینندگان خوب برنامه. خوشحالم که در این برنامه خب یکی از به نظر من ویژه برنامه های جنبش هستش، به خاطر اینکه هر سال خیلی پرشور و خیلی سودمند به موضوع درختکاری پرداخته و کلن فعالیت های جنبش در این ماه به این موضوع اختصاص پیدا کرده و خیلی خوشحالم که میتونم در این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. اجازه بدید من در ابتدای این گفتمان یک بندی از در واقع دو بند از فروردین گشت رو برای شما بخونم تا شاید بهتر بتونیم به اون دید و نظری که زرتشت و زرتشتی ها در واقع نسبت به عناصر طبیعت داشتن پی ببریم، که در واقع در پیوست با گفتمان های خود شما هستش که گفتیم احترام به همه عناصر طبیعت ده. در فروردینیش بند 153 و 154 اینطور میگه که این زمین را می ستاییم، آن آسمان را می ستاییم، آنچه خوب که در میان آنهاست می ستاییم، آنچه برازنده ستایش و شایسته نیایش و آنچه را که در خور پرستش مرد پارسایی است می ستاییم. روانهای جانوران سودمند را می ستاییم، روانهای مردان و زنان پارسا را در هر جایی که تولد یافته که وجدان نیکشان از پیروی برخوردار باشد یا برخوردار خواهد بود یا برخوردار بوده است می ستاییم. این دو بند خودش به تنهایی کافیه. خب و این شاید یکی از جزئی ترین بندها باشه در مقابل دریای بیکران اون دانش و آگاهی هایی که ما میتونیم از اوستا و همچنین از متون زرتشتی به صورت کلی دریافت بکنیم در مورد دیدگاهی که زرتشتی‌ها در طول تاریخ به عناصر طبیعت داشتن. خیلی جالبه، یکی از در واقع یادمان های زرتشتی‌ها برای ما تقویمیه که ما امروز داریم از اون استفاده میکنیم. در تقویمی که ما امروز میبینیم نام ماه‌ها خودش نشانگر اهمیتی که ما به چهار آخشیج میدادیم. خیلی جالبه که ما برای نمونه وقتی که به ماه آذر میرسیم، به جشن آذرگان میرسیم، داریم در واقع عنصری رو که در سرما مورد نیاز هستش و شایسته ستایش هستش و باعث نگهداری ما، دام‌ها و در واقع گیاهان، چون آتش زمین در واقع گرمای زمین اونها رو نگه داره، ستایش میکنیم تا برای نمونه احتمالا تا ماه اردیبهشت یا اردیبهشتگان که در واقع نگهبان آتش هم هستش و بعد از اون به صورت یک دوگانه همونطور که میدونیم امشاسپندان خرداد و امرداد به صورت یک دوگانه‌ای هستن که نگهبان آب و گیاه هستند و خب حتما این دو عنصر هم باید به هم پیوسته باشن. دوباره شروع به ستایش این دو عنصر میکنیم، یعنی در زمانی که گرما آغاز میشه تا به ماه آبان میرسیم و دوباره به همین عنصر برخورد میکنیم و خب در پیروی از اونها در هر ماه با جشنهای ماهانهی که برگزار میکنیم، علاوه بر این که خب یک اسطوره‌ای رو ما در بیشتر این داستانها داریم و در برخی از اونها داریم، علاوه بر این که اهمیت کشاورزی برای و گاه شماری به خاطر کشاورزی و یا دامداری مهم بوده، علاوه بر اونها ستایش رو داشتیم مثلا به یک عنصر و این در هر نام و در هر جشن ما همونطور که گفتید بوده. این جالبه که بر اساس شرایطی که سرزمین‌های ما داشته، اسفند ماه زمان مناسبی هستش برای درختکاری و کاشت گیاه و در واقع ستایش زمین، زمین بارور و همزمان زنان بارور. و جالبه که سپندار مایتی یا سپندارمز یا اسفند که نام این ماه هستش، در واقع از ترکیبی هستش از دو عنصر که یکیش سپندا هستش که اون رو به معنای فزاینده، مقدس
میدونن. و عنصر دیگر آرمایتی که اون رو نماد هم آرامش میدونن، هم فروتنی، هم عشق و هم شکوفایندگی. و اگر ما این واژه رو در مقابل واژه انگره که در دوران امروز همون واژه اهریمن رو ساخته قرار بدیم، سپنتا و اهریمن، میبینیم که اهریمن با صفت نابودگری خودش و از بین برندگی خودش که در فارسی میانه از اون گناگ یا گنداد ساخته شده و خیلی هم واژه مناسبی هسته شده، ما احتمال میدیم که در واژه گناباد، شهر گناباد، واژه گند استفاده شده به خاطر اینکه آبهای اون قسمت در واقع بدمزه ترین آب بوده و برای همین ما قدیمی ترین قنات ها رو هم در همین شهر میبینیم. و جالبه که نگاه کنیم نام شهر بر اساس باز یک عنصر ساخته شده. و الان در این ماه هستش که ما میان و با ستایش زمین بارور از اون خواهان زایندگی و زایش میشیم و به گفته در واقع مهرداد بهار یک عقیده داشتن که میگفتن حتی کاشتن سبزه برای نوروز نمادی از این باور ما هستش. ما همه سال در واقع یه قهرمان های رو میپروراندیم و بعدها خب این فرضی است البته و خون اونها رو بر روی درختان میریختیم تا اونها بارور بشن و ایشون خب اعتقاد داشتن که در اسطوره سیاوش این ریختن خون و سبز شدن گیاه در واقع نمادی از این بوده که ما به این اندازه و به این درجه احترام میذاشیم به این گیاه ها. خب من میتونم نمونه های دیگری رو از بند های گاهانی بیارم ولی در ادامه خواهش میکنم آرتمیس جان شما بحث رو دنبال کنید. بله الیکا جان، یکی از نکاتی که خیلی برای مردم باید مهم باشه اینه که بدونن چرا ما چرا داریم اینو میگیم که آب و خاک و هوا و آتش نزد ایرانیان یک تقدس یا ارج و قرب ویژه‌ای داشتن. برای اینکه شما می‌بینید که برای هر کدوم از این عناصر یک ایزد گذاشته شده، ایزدی که نگهبان آن عنصر باشه. مثلا آناهیتا ایزد نگهبان آبه، یا آذر همونجوری که شما گفتین ایزد نگهبان آتشه، و یا زامیاد ایزد نگهبان خاکه، و ویو ایزد نگهبان باده یا هواست. این اعتقاد موجب می شده که ایرانیان باور داشته باشند که هیچ گونه آلودگی نباید در طبیعت ایجاد بکنند. در واقع اعتقادی که در گاتها می بینیم اینه که زرتشت این خویشکاری یا این مسئولیت رو در خودش حس می کنه از طرف اهورامزدا که جهان رو باید از ویرانی و تباهی و نابسامانی نجات داد، جهان رو باید آباد و شاد ساخت و در نتیجه باید از تمام آنچه که در جهان هست نگهبانی کرد و اونها رو از آلودگی و از تباهی نجات بخشید. به همین روی هم شما میبینید که نیت انسان از زشتی و پلیدی دوری میکنه و از هر آنچه که بدی هم نامیده میشه دوری میکنه برای اینکه جهان رو به سوی روشنایی ببره و خودش رستگار بشه یا به کمال و رسایی برسه و جهان رو به بهتر شدن برسونه. برای همین در آیین زرتشت هر زرتشتی موظفه تا مطابق با خواست زرتشت و اهورامزدا بر رامش و شادی جهان کوشش بکنه و برای این کار باید درخت بکاره، باید آب جاری بکنه، باید آب رو به گیاهان برسونه، باید از حیوانات مراقبت بکنه، که اینها همه به معنی راستی ورزیدنه و مبارزه با بدی است و مبارزه با دروغه و مبارزه با تباهی است. در واقع آموزه‌هایی که ما در گاتها از زرتشت می‌بینیم همه پاکی و منزه بودن و ایستادگی در برابر نیروهای اهریمنی نابود کننده جهانه و برای همین می‌بینیم که هنگام پاک کردن آب و خاک و گیاه و حیوان ما برای همه اینا نیایش داریم، یعنی پاکیزه نگه داشتن آب و خاک و آتش و حتی فلزات، مثلا فلزات رو از زنگ زدگی و پوسیدگی نگهداری کردن، حتی تا
تمام اینها رو ما براش میبینیم که روان قائل میشیم و نیایششون میکنیم و اینها برای ما یک هویت ملی میسازه به عنوان نخستین ملتی در جهان که برای همه چیز که در جهان هست به اندازه انسان و به همون اندازه که اهمیت حتی برای خود اهورامزدا قائلیم، برای همه آفریده هاش قائل هستیم و این موجب میشه که ما قوانینی داشتیم برای پاکسازی همه چیز در زندگیمون و این اعتقادات ما نخستین ملتی رو در جهان از ما میسازه که برای نگهبانی از تمام عناصر جهان قانون داشته. و این قوانین رو ما به چه صورت میبینیم؟ مثلا ما قوانینی داشتیم که مانند این بوده که من الان براتون میگم. ما از آب روان برای شستشوی بدن استفاده نمیکردیم، هیچ چیز آلوده‌ای رو در آب نمینداختیم. ما برای هر نوع شستشوی رخت، لباس، ظرف یا هر چی مقداری از آب رودخانه یا چشمه رو برمی‌داشتیم و جداگانه از این استفاده می‌کردیم. ما از انداختن آب دهان روی زمین خودداری می‌کردیم، به عنوان از نخستین ملت‌های در جهان بودیم که این عمل رو زشت می‌دونستیم. ما از سوزاندن مردار یا هر چیز ناپاک دیگری دوری می‌کردیم و برای همین آلوده هم نمی‌کردیم هوا رو. برای همینه که ما میبینیم که در هر مناسبتی در جشنهای مختلف قوانین ما میومد توی جشنمون نمود پیدا میکرد. مثلا جشن تیرگان که در روز تیر از ماه تیر برگزار میشد، آب و روشن آب و نماد روشنایی و پاکی میدونستیم، آب رو بر سر و روی هم دیگر میپاشیدیم. یا این که میبینیم در مثلا مناسبتهای مختلف مثلا جشن سده، ما آتشی که به پا میکنیم برای سوزاندن چیزی نیست، این آتش رو به پا میکنیم برای ارج گذاشتن و اهمیت دادن به آتش و نگهداری اون و پاسداری از اون. و این که میدونستیم این قوانینی که در زندگی ایرانیان در جریان بوده ما رو به عنوان یکی از سالمترین ملتهای جهان نگهداری میکرده. برای همین شما در تمام تاریخ پیش از اسلام هرگز نمیدیدیم که بیماری های همگیر آنچنانی که در جهان در کشورهای مختلف جهان میلیون ها میلیون رو میکشت، در ایرانیان حتی در دوران قحطی و کم آبی و بی آبی اینقدر موجب نمیشد ایرانیان بمیرن. یعنی نشون میده که ما این دست بیماری های واگیر رو به خاطر اهمیت ویژه‌ای که به پاکیزگی آب و خاک و آتش و خوراک و محیط زیستمون داشتیم کمتر میگرفتیم. حالا من از الیکا جان میخوام که در ادامه جستاری که داشتیم ادامه میدادیم نکاتی رو اگه میدونه در حالا همه این مواردی که من اشاره کردم و دوست داره اشاره کنه، خواهش میکنم بفرمایید. خب آرتمیس جان، یکی از بندهای کتیبه های هخامنشیان که هر ایرانی حتما شنیده و یا ما فرض میکنیم که در واقع همه ایرانی ها باید شنیده باشن، بندی هستش که در اون گفته میشه این سرزمین رو از دشمن، دروغ و خشکسالی نگه داره، اهورامزدا نگه داره. این بند همیشه بحث میشه و همیشه در موارد مختلف به این سه عنصر پرداخته میشه، یعنی جداگانه ما میدونیم که باید از این سه چیز دوری بکنیم. ولی یکی از چیزهای ارزشمند، یکی از نکات ارزشمند در این بند این هستش که این سه عنصر رو به موازات همدیگه قرار داده. یعنی این که ما دشمنمون کسی که برای سرزمینمون خشکسالی بیاره، دشمن ما کسی که برای سرزمین ما دروغ میاره. و تایید کننده همین موضوع یک بند دیگه از گاهان هستش که حد 31 بند 15 که میگه که این را میپرسم چه چیزی صدای کسی که از برای دروغ پرست شهریاری فراهم کند، از برای آن بدکنش ای اهورا که مایه زندگانی خیش نیابد جز به آزار چهار پایان و کارگران کشاورز. این یکی از بندهایی که اگر کنار همین بند هخامنشیان قرار بدیم میبینیم که چقدر جالب این عناصر رو به موازات هم قرار داده. در این بندگاهان دقیقا دروغ پرست کسی بوده که داره کشاورز رو و چارپا رو آزار میده.
یعنی اعمال ما، اگر امروز سرزمین ما دچار خشکسالی شده، یعنی یا اگر شهریار دروغ پرستی وجود داره که داره باعث نابودی و خشکسالی ما میشه، اینها به موازات همدیگه. پس اگر ما میخوایم مبارزه رو انجام بدیم علیه دروغ، اگر ما میخوایم مبارزه رو انجام بدیم علیه دشمنان سرزمینمون، یکی از کارها، یعنی ما نباید تفکیک کنیم بگیم خب که من به این روش میتونم با دشمن مبارزه کنم، همه اینها در کنار هم دیگه است. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم همین هستش که بیام از خشکسالی جلوگیری بکنیم. یعنی نباید بگیم که خب ما از طریق فرهنگ، ما از طریق نمیدونم مبارزه های سیاسی میان و جلوگیری میکنیم از دشمن دروغ. نه، چون اینها به موازات هم دیگه، باید قدم سوم رو هم برداریم و باید مبارزه با خشکسالی رو هم در اون قرار بدیم و بهترین زمان هم دقیقا همین الانه، چون زمین ایران در این آب و هوا معمولا بیدار میشه. و جالبه که وقتی ما نگاه میکنیم به مراسم و سنت‌های تاریخی، حتی پس از اسلام، وقتی که ما نذری رو به یک درخت میبندیم، داریم از اون درخت کهنسال در واقع نگهبانی میکنیم. من خیلی از روستاهای قدیمی رو وقتی که میرفتم در ایران میدیدم که افراد گرده نمیدونن این درخت چی هستش، به اون درخت فقط به خاطر اینکه کهنسال هستش نثرهایی رو میبندن، دخیلهایی رو میبندن. این برای خب اونها هر باوری که دارن یک روشی بوده که در طول تاریخ باعث شده تا این درخت کهنسال عمر درازی رو ببینه. و خب من این نمونه رو حتی در تاجیکستان هم دیدم، در درختانی بودن که حتی میگفتن چندین بار سوخته و مردم به خاطر مقدس بودن اونها اون مکان رو دوباره بازسازی کردن و دوباره این درخت ها پا گرفتن و برای اون مردم مقدس شدن. و جالبه که یکی از این جاهایی که رفتیم به نام تنگه سمق نامیده میشد و جالبه که ارتباط میدادن به مغان زرتشتی اون مکان رو. وقتی که حتی جالبه که در یکی از کتاب‌ها من خوندم که وقتی که علم‌ها رو می‌ساختن، که خب ما می‌دونیم مراسم تاسوعا عاشورا یک نمونه‌ای بوده از مراسم سوگ سیاوش، اون چوب درختان، چوبی که استفاده می‌شده در تنه اون علم‌ها، در واقع نماد شهید بوده. یعنی ما از این چوب بریده شده درخت یک شهید رو برداشت می‌کردیم. برای ما تا این اندازه در طول تاریخمون مقدس بوده و میبینیم که مثلا در کویرها، در کویر ایران پیران مختلفی هستند، حتی پیرانی که به جز پیرهایی که میشناسیم از زرتشتی ها وجود داشتن و اونها در مناطقی هستن که در دل کویر به ناگهان آبی اومده و سبزه‌زاری ایجاد شده. وقتی که شما میبینی، میبینی اون مکان رو به خاطر حفظش، به خاطر احترامی که داشته و شاید اونا خیلی بهتر از ما درک میکردن ارزشش رو، اونجا رو به نام یک مکان مقدس، مثلا پیر پیر سبز پیر مردون یا امثال اینها نامگذاری میکردن. وقتی که بخوام نمونه های تاریخی رو آرتمیس جان من ادامه بدم، یعنی که شما نکته‌ای رو دارید و من در ادامه نکات مثال‌های تاریخیش رو بیارم. یه نکته رو دوست دارم اینجا برای هم‌میهنان یادآوری بکنم که ما به حتی به هوا میخوام بهتون بگم که خیلی اهمیت زیادی میدادیم و براش راهکار پیش‌بینی کرده بودن که در جهان منحصر به فرد بود. در افسانه‌های ایران حتی توی گاتا شما اینو میبینی، یعنی توی اوستا شما میبینی درباره باغ جمشید یاد شده. در واقع این آغاز تاریخ ایرانه که شما در شاهنامه میتونید اینو بخونید. اقوام آریایی از طوفان سرمای شمال دریای خزر میان به باغی به نام باغ جمشید و در واقع مکان باغ جمشید رو ناحیه میدونن از منطقه از خوارزم تا هرات، یعنی در خراسان بزرگ بوده. و جالبه که میگن تمدن ایرانی در واقع از این باغ جمشید شروع شد، یعنی ایرانیان از نخستین گام با باغ سازی به تمدن و یک جانشینی رو آوردن و این در دوران هخامنشی پردیس‌های ایرانی یا به اصطلاح باغ‌های ایرانی شهرت جهانی داشته و سیستم آبیاری بسیار بسیار خاص و پیشرفته‌ای که فقط اختراع خود ایرانیان بودن
موجب می شدی که این باغ‌ها رو بتونن نگهداری کنن و آبیاری کنن. باغ‌ها رو اکثرا روی تپه‌ها می ساختن که از انرژی خورشید بیشتر استفاده رو بکنن و روش آبیاری این باغ‌ها که شما می بینید در باغ‌های معلق بابل هم دیده شده و در تمام آثار ایران پیش از اسلام در باغ‌سازی‌ها شما اینو می تونید ببینید، به این نحو بوده که آب از مکان‌های بسیار مرتفع با قطعات و لوله‌های سفالی که ساروج‌بندی می شده می آوردن به پایین کوه، بعد اینها رو با قدرت خودشون دوباره می رسوندن با این لوله‌های باریک به بالای اون تپه‌ای که باغ رو می ساختن. در واقع آب با اون فشار خودش به بالای تپه از طریق لوله‌ها رانده می شد و آبیاری می شد. و جالبه که فواره سازی و حوض سازی و فواره هایی که وسط حوض ها با همین شیبه و کنترل فشار توسط لوله هایی با قطرهای مختلف انجام می دادن، منحصراً مخترعش ایرانیان بودن و در وسط این آبگیرهای مصنوعی که این فواره ها رو می ذاشتن همواره تخت شاه رو و نشیمنگاهی که می خواست مردم رو ببینه در اون کنار می ساختن و این آبها در مواقع مختلف سال بنا به میزان بارندگی و برفی که روی کوه ها می اومد شدت این فواره ها کم و زیاد می شد و در ماه های پر آب این فواره ها بسیار ارتفاع حتی بلندتری داشتن و این موجب می شد حتی هوا رو هم اکسیژن رسانی کنه و پاک بکنه. و دقیقاً این سیستم بعداً در قرطبه در اندلس اسپانیا از روی سیستم ایرانی به کار رفت و این در واقع روش ایرانی رو ایرانیان به جهانیان آموختند. این نکته خیلی اهمیت داره که بدونید ایران شهرهاش به صورت باغ شهر بودن و کلمه ویلا که امروز در زبان فرانسه میبینید اصلا در زبان فارسی باستان باغ سرا و باغ خانه نامیده میشد، یعنی معنی میده خود واژه ویلا. و باغ در ایران به آن اندازه قداست داشته که شهر بدون باغ برای ایرانیان اصلا تصور نمی شده و باغ‌ها در درون شهرها بودن یا در حاشیه شهرها بودن، ولی همیشه در جاهایی بودن که امکان دسترسی به این باغ‌ها برای مردم وجود داشته و به خصوص امکان آبیاری این باغ‌ها وجود داشته. و این نکته خیلی خیلی با اهمیت و من دلم می‌خواد برای همیهنان مجدداً یادآوری بکنم که آبادانی در روی جهان از دیدگاه زرتشت از آبادانی زمین آغاز می شده و مراقبت از زمین در متون زرتشتی همیشه منظورشون شاد ساختن در واقع زمین بوده، به عبارت دیگه گیاهکاری، باغکاری و آبادانی زمین در واقع زمین رو شما آرامش و شاد آرامش و شادی در واقع بهش می بخشید و این برای انسان ها پاداش بزرگ براش در نظر گرفته می شده، هم در گیتی هم در مینو. در واقع آموزه های زرتشتی بخشی از پیشرفت یا آبادانی جهان رو مدیون انسان ها می دونه و به همین روی به انسان ها پاداش به اصطلاح میگن شایسته هست داده بشه برای آبادسازی زمین. این نکته خیلی خیلی اهمیت داشت. من دلم میخواست که تاریخچه در واقع زندگی و نزدیکی ایرانیان در اولین تمدن‌هایی که شکل دادن رو و رابطه تنگاتنگشون با گیاهان و حیوانات رو در این موضوع بررسی کنم. حالا الی کجا خواهش کنم شما نکته‌ای که میخواستین رو بفرمایید، بعد من یک نکته دیگه اینجا اضافه میکنم به جستار درباره اهمیتی که ایرانیان و نگاه زرتشتی برای حیوانات هم قائل بوده. خیلی جالب گفتین. دقیقا واژه پردیس هم از همین رو وارد زبان غربی شده و خیلی جالب بودش. در ادامه اول برای ادامه بحث‌های شما دقیقا میشه همون هات 29 بند 1 رو بگیم، زمانی که گوشوروان که واژه دوست داشته من در بیشتر گفتگوها هستش که من دوست دارم اون رو نه به روان گاو صرفا، هم به روان گاو و هم به روان آفرینش ترجمه کنم، شکایت میکنه به اهورامزدا و میگه که خشم و ستم و سنگدلی من رو به سطوح آورده و در مقابل از اهورامزدا میخواد که یک کشاورز نیکی کشاورز رو به اون ارزانی داره، که این نشون میده که دقیقا زمین احتیاج داشت در اون باورهای ما به یک کشاورز، یعنی
چیزی که باعث شادی زمین میشد یک کشاورز روکردار بود. خب همونطور که گفتم میخواستم فقط یک اشاره‌ای داشته باشم روی روند تاریخی که این در واقع باورهای ما پیوند خورده با گیاهان. یکی از جالبترین نمونه هایی که در باورهای زرتشتی وجود داره زمانی هستش که ما آفرینش انسان رو به گیاه نسبت میدیم، یعنی برخلاف اون چیزهایی که ما در باورهای سامی میبینیم که اون رو از دنده و نمیدونم زن رو از دنده آدم آفریدن و بعد به این شکل در واقع از گل و اینها، در باورهای ما انسان به شکل یک جفت برابر و همسان و در واقع مثل یک دوگانه و نه یکی اول یکی دوم به شکل یک گیاه ریواس از زمین رشد میکنه، به شکل یک جفت به نام مشی و مشیانه که اونها در واقع نامی هستن که از ریشه مرتب به معنای مردن با صفت مردانه و مردن با صفت زنانه، چیزی که میمیره، به شکل یک دوگانه در واقع از بوته ریواس، شاخه های ریواس رشد میکنن و پس از اون آفرینش از اونها دوام پیدا میکنه. نمونه دیگه که هستش در درخت جاودانگی هستش، یعنی ما در باورهای سامی درخت جاودانگی رو خداوند در باقی دور از دسترس انسان گذاشته و به اون اختار میده که نباید به شکل دو گیاه، در واقع یکی گیاه معرفت و آگاهی هستش و یکی گیاه بیمرگی، و از اونها میخواد که گیاه معرفت رو نخورن و به واسطه که میرا میشن و به واسطه مار و سپس زن اونها میفهمن که اون گیاه در واقع به اونها آگاهی میده نه مرگ، و وقتی که اون رو میخورن خداوند خشمش میگیره و اونها رو میرا میکنه. در مقابل ما در باورهای ایرانی میایم و میبینیم که درخت جاودانگی، حالا بجز اینکه ما در واقع اولین گناه انسان این بودش که از راه معرفت و اون چیزی که میدونسته و آفرینش رو به اهورا مزدا نسبت میداد و میدونست که مال اونه کنار میده و آفرینش رو به اهورا نسبت میده، و این گناه انسان در باورهای ماست برخلاف ادیان سامی که خداوند میخواست معرفت رو دست نزنن و معرفت دست پیدا نکنن. اما جالبه که در باورهای ما درخت جاودانگی همزمان درخت در واقع بیمرگی گیاهی هستش به نام هوم، که این گیاه در واقع یک نوع فرشکت یا باز آفرینی رو هم در پایان جهان بر عهده داره و همون گیاه هستش که فرزندان نیکو و شایسته رو به اولین کسانی که اساره اون رو گرفتن میده، و این فرزندان کسانی هستن که ما اونها رو از طریق دوردارندگی مریضی، دوردارندگی تب، دوردارندگی بیماری و اینجور چیزها میشناسیم. دقیقا همون کار کردی که یک گیاه اصیل، گیاهان طبی ما میتونن داشته باشن، مثلا فریدون، زرتشت، حتی ما در اسطوره زرتشت حتی میبینیم که گیاه هوم در آفرینش و شکل‌گیری خود زرتشت نقش داره، و این بار دیگه پیوند میده گیاه رو حتی با پیام‌آور این دین. فراتر از اون اگر بخوایم بریم، در متون پهلوی بسیار 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 در مورد گیاهان صحبت شده، و خیلی جالبه که ما پیش از برنامه به شما گفتم آرتمیس جان، ما در متونی که با این قدمت یعنی 2000 سال پیش میومدیم و انواع گیاهان رو احترام میذاشیم، طبقه بندی میکردیم، یعنی ما میومدیم مثلا در گندهش در مورد
اقسام گیاهان صحبت شده، گیاهانی که یک ساله هستن، گیاهانی که چند ساله هستن، گیاهانی که میوه دارن برای انسان، گیاهانی که روغن تولید میکنن، گیاهانی که از اونها جامه تهیه میکنیم، گیاهانی که گل هستن و و و و. یعنی ما به این شکل میمدیم و ارزش گذاری میکردیم و نقش اونها رو در زندگیمون میسنجیدیم. و حتی جالبه که همین گیاهی که من گفتم در گیاه هوم به شکل یک پزشک، یک دکتر، یک انسان میاد و در داستان افراسیاب که دشمن ایرانی هم هست در شاهنامه نقش ایفا میکنه، چون در اوستا به اون اشاره شده. و جالبه که اون افراسیاب رو میگیره که ما افراسیاب رو از دشمنیش با آب و باران میشناسیم. یعنی افراسیاب کسی بوده که آب رو به ایران بسته، یا بنابرای یک متن جدید پهلوی اون کسی است که با ورودش به خاک ایران باعث شد تا خداوند باران رو از این سرزمین بگیره. و جالبه که در اونجا هم ما میبینیم که این گیاه هوم هستش که میاد و افراسیاب رو دستگیر میکنه. یعنی ما در تمام باورهای خودمون این به گیاهان اهمیت میدادیم و یک نقشی برای اونها هم قائل میشدیم. همونطور که آرتمیس پانی عزیز گفتید، ما اینجا خودمون فراتر از هیچ عنصری طبیعت نمیدونستیم. اگر عنصری در طبیعت وجود داره که به من خدمت میکنه، حتما ارزشمنده و حتما اگر من باعث مرگ اون میشم باید جبران کننده اون باشم. و باید حتی در داستانهای قدیمی من یادمه که وقتی میخواستن اشاره کنن که درختی رو میبریم، درختی رو برید و این کار رو انجام داد، میگفتن و به جای آن درختی نشاند. یعنی این در داستانهای قدیمی ما حتی وجود داشت که ما این به این شکل به فرزندان خودمون یاد میدادیم که به درختان احترام بذاریم، به عناصر طبیعت احترام بگذاریم و اونها رو ستایش کنیم. کاملا درسته. نکته ای که در مورد حیوانات هم حتی وجود داشته این که اولا که ما پیش از این که خب دوران زرتشت بشه و زرتشت بیاد و این نگاه خرد محور و خردگرا رو به ایرانیان ارائه بده، خب میدونین احتمالا بینندگان گرامی که ایرانیان و هندیان هر دو در واقع مهرپرست بودن و در دوران مهرپرستی ما قربانی داشتیم، حیوانات رو کشتن داشتیم برای به اصطلاح تقدیم کردن به در واقع ایزد مهر و برای در واقع جلب رضایت مثلا ایزد مهر و مقدسانی که حکم خدایان رو به هر حال داشتن، حالا در هند به گونه ای و در ایران هم به گونه ای دیگه. هنگامی که زرتشت میاد و این نگاه خرد محور و نگاه مداراگر روادار با همه جهان رو ارائه میکنه و در موردش صحبت میکنه، نه فقط برای ایرانیان، در واقع یک بزرگترین نظرهایی بوده که شاید تا کنون در جهان ارائه شده، به صورت فلسفی این دیدگاه فلسفی رو ارائه میکنه، میاد و تصمیم میگیره که این رسم قربانی های خونین رو پایان بده و اینطوری که در فروردینگشت آمده زرتشت از خاندان آتروپان ها بوده یا نگهبانان آتش بوده و این میاد و این رهایی روانگوشوروان رو در واقع حیوانات رو میاره به اصطلاح در دستور کار خودش قرار میده و تلاش میکنه که این آیین رو اصلاح بکنه. زرتشت در سروده‌هاش میاد میگه که تباه کنندگی زندگی به هر صورتی متناقض با خواسته اهورامزدا، در نتیجه خروش و شادمانی باید در قربانی کردن خلاصه نشه، بلکه باید در زندگی بخشیدن مفهوم پیدا کنه. و برای همین بود که برای هر نوع مناسبتی ایرانیان پس از دوران زرتشت میبینیم که همون جوری که دکتر بقایی گفتید شما، نهال میکاشتن، یعنی برای پیوند زناشویی نهال میکاشتن، برای زاده شدن فرزند نهال میکاشتن، برای جشن گرفتن به یک مناسبتی در هر جشنی
یک نهال در زمین کاشته می شد و آمدن رسم قربانی رو با رسم زندگی بخشی و کاشتن رو به جای کشتن جایگزین کردن در ایران جا انداختن و نگهداری از پدیده های طبیعی که یکیش هم حیوانات هستن، از اون پس هر نوع موجودی قرب پیدا کرد و نگهداری شد و حفاظت شد. حالا جالب این هست که ایرانیان اینقدر به این نکات شروع کردن یعنی اهمیت دادن که به جای گوشتخاری، حتی همونجوری که ما میدونیم زرتشت خودش اصلا گوشتخوار نبود، گیاهخواری توصیه شد و در دینکرد اومده میگه گفتن که گیاه خورش باشید تا زندگی شما مردان دراز شود، مردان یعنی مردمان، از تن گوسفندان بپرهیزید چه که حساب آن بسیار است. از این رو اهورامزدا برای یاری گوسفندان گیاهان بسیار آفرید. در بعضی از متون شما پهلوی هم حتی میبینید که درباره گیاهخواری اینجور توصیه میشه که خیشکاری هر زرتشتی این است که جهان را به سوی آبادانی و شادی ببرد. کشتن بره یا گوساله حتی قطع نهال از گناهان بزرگ به حساب میآید و برای همین میگن هر گیاه یا حیوان به سودمند را یاری کنید و به حد کمال خود برسانید، زیرا او توفیق میابد تا در مبارزه با اهریمن شرکت جوید و به این ترتیب با رشد خودش به نگهبانی و ادامه جهان و آبادانی گیتی کمک میکنه. بنابراین میبینید که حتی نگهداری از حیوانات، جانداران دیگه، گیاهان، آبزیان، پرندگان، چرندگان، همه اینها در واقع فرهوششون یا فرهوشیشون ستوده شده و در نگهبانی جهان همراستا اینها تلاش میکنن. این نکته خیلی اهمیت داره و ایرانیان به اندازه‌ای به زندگی اهمیت میدادن که هر نوع مرداری رو ناپاک میدونستن، هیچگاه حیوانی رو در کنار آب نمیکشتن، هیچ وقت خونی رو وارد آب نمی کردن. حتی ایرانیان اعتقاد داشتن خاک رو نباید آلوده کنید، برای همین مردارها رو زیر خاک نمی کردن و به این روی بود که ما دخمه هایی رو داشتیم در واقع در بالای کوه، می گفتن مرده ها رو ببرید در اون بالا بگذارید که پرندگان از این جنازه ها تغذیه کنن و جنازه در واقع وارد خاک نشه. اینا اون بالا میمون، در آفتاب میپوسید، پرندگان هم که میخوردن بعد از سالها میامدن و این استخوان‌هایی که اونجا بود رو همه رو تبدیل میکردن به پودر، جمع میکردن و تبدیل میکردن به پودر و اون موقع وارد خاک میکردن که آلودگی دیگه برای خاک ایجاد نکنه. یکی از دلایلی که ایرانیان زرتشتی هیچ نوع مرداری در خاک نمی کردن این ستایش از خاک بوده و پاک نگه داشتن خاک، و به همین روی ایرانیان با کفش روی زمین را می رفتن، با پای برهنه را نمی رفتن، برای که می گفتن اگر پای شما بریدگی پیدا کنه و خون بیاد از پاتون، خاک رو با خون آلوده نکنید. برای همین ایرانیان شاید از نخستین ملت هایی در جهان هستن که کفش به پا کردن براشون فقط پوشاندن پا نبوده، بلکه تقدس و نگهداری و پاک نگه داشتن زمین هم محسوب می شده، یعنی نوعی در واقع ستایش خاک هم محسوب می شده پوشیدن کفش. این نکات خیلی جالبه خانم دکتر بقایی. آدم وقتی به عمق فرهنگ یک ملت از ریشه های اون فرهنگ در چند هزاره چگونه اومده و به ما رسیده وارد میشه، تازه متوجه میشیم که خیلی از مراحلی که در زندگی های امروز ما وجود داره ریشه چند هزار ساله هویت ایرانی داره. یعنی یک رسم نیست فقط که همین امروز و دیروز و 100 سال و 200 سال و 500 سال پیش وارد زندگی ایرانیان شده باشه، بلکه ریشه های بسیار عمیق باوری داره و نگاه داره و جهان بینی پشت خودش داره و برای همینه که تفاوت یک ملت چند هزار ساله و یک ملت های نوپا از خیلی خیلی عمیق‌تر از اون چیزی است که ما فکر می‌کنیم و به امروز به 4 تا کتاب و مقاله ممکنه در این برنامه دنیا ببینید، خیلی از این حرفا عمیق‌تره. اگه سخنی پایانی دارین خواهش می‌کنم بفرمایید. مرتضی جان، همه ی گفتنی ها رو شما گفتید. دقیقاً حرف من هم میتونه تاکید باشه بر حرف خودتون. ما ملتی هستیم و بودیم و هستیم که با احترام و تواضع
و فروتنی نسبت به عناصر طبیعت، همه یه چهار آخشیر و فراتر از اون همه چیزهایی که در طبیعت به صورت رابطه متقابل به ما سود میرسونن یا ما به اونها کمکی میکنیم، احترام میگذاشتی و شایسته است که این جایگاه رو در جهان همچنان حفظ بکنیم و سعی کنیم تا سرزمین خودمون رو از هر آنچه که میتونه بهش آسیب بزنه، میتونه به سلامتیش، به فرهنگ سازیش، به تنفس بهتر برای ریه های خودمون، به خوراک بهتر خوردن برای خودمون، به سلامتی و به افزایش عشق و دوستی در بین انسان‌ها و انسان‌ها با موجودات و عناصر طبیعت بیانجامه کمک کنیم. درسته. من یک نکته پایانی هم اینجا بگم. برای اینکه ما متاسفانه در ایران کنونی میبینیم انقدر بیفرهنگی و بیگانه شدن با فرهنگ ملی و ایرانیمون زیاد شده که ما آزار و اذیت به حیوانات رو بسیار بسیار زیاد میبینیم، حتی به صورت ارگانایز و دولتی که سگ‌ها رو میکشن، دست جمعی گربه ها رو میکشن، حیوانات رو آزار میدن، آتش میزنن، دار میزنن، اعمال بسیار بسیار زشت و ناپسندی بر علیه حیوانات انجام میدن. من فقط یک نکته در این پایان اضافه بکنم. ما در کتاب در وندیداد داریم که حقوقی که ایرانیان برای حیوانات قائل بودن به اندازه حقوقی بود که برای انسان‌ها قائل بودن. شاید باور نکنید، میگن هر کس که سگ در وندیداد اینو میگن، هر کس سگ گله، سگ خانگی، سگ ولگرد و سگ پرورده یعنی سگ شکاری رو بزنه و بکشه، روان او هنگام رفتن به جهان دیگر با شیونی بلندتر از شیون گوسفندی که گرگی در جنگل بزرگ به او شبیخون زند پرواز کند. هیچ روانی در جهان دیگر با روان جدا شده او دیدار نکند و در برابر زوزه و شبیخون به وی یاری نرساند. باورتون نمیشه، میگن کارهایی که به جبران کشتن یک سگ آبی انجام میشده در ایران این بوده که فرد گناهکار باید آب جوی رو به مزرعه برزگری میرسونده، آغل میساخته، استبل ویرانی رو آباد میکرده، تعدادی بچه سگ میپرورونده، سگ بیمار و کثیفی رو تیمار میکرده و از آلودگی پاک میکرده. یعنی شما ببینید مجازاتهایی که برای آزار دادن به حیوانات برای ایرانیان در نظر گرفته میشد به همون اندازه شدید بود که به آزار رساندن به یک انسان دیگه همون مجازات رو براش قائل میدادن و این کار رو گناه بزرگ میدونستن و دفاع از حقوق حیوانات نخستین ملتی بودیم در جهان که قوانین برای دفاع از حقوق حیوانات داشتیم، قوانین برای دفاع از حقوق آب و خاک و آتش داشتیم و هوا داشتیم، قوانین برای نگهبانی و نگهداری و حفاظت از گیاهان داشتیم. و بسیار زشته، بسیار جای تأسفه که چنین ملت مترقی، چنین ملت با فرهنگی امروزه به یکی از زشتکارترین ملت‌های جهان تبدیل شدیم در زمینه آسیب رساندن به حیوانات، به گیاهان، به محیط زیستمون و نابود کردن هر آنچه که ما رو با طبیعت پیونده، ما رو با جهان گیتی و کیهان در ارتباط قرار میده و همه ما رو میتونه به یک زندگی تندرست و شادمان و خوشبخت و شاد و افزاینده رهنمون بکنه. امیدوارم که در این هفته درختکاری هر یک ایرانی، هر یک ایرانی یک درخت تنها در زمین بکاره که در سال حداقل وظیفه و خیشکاری خودمون رو انجام بدیم و 80 میلیون درختی رو به این کشور اضافه بکنیم به جای درختانی که دولت و افراد سودجوی شخصی یعنی غیر دولتی انجام میدن و از بین میبرن. سپاسگزارم ازتون که به این برنامه توجه میکنید و امیدوارم که به برنامه زرتشت شما همیاری مالی هم برسانید. ما در زیر برنامه در زیر مانیتورتون میبینید که آدرسی رو میگذاریم که شما میتونید این برنامه رو از طریق کانال پارس یا مستقیم از طریق خود جنبش نوزایی ایرانی پشتیبانی کنید. سپاسگزارم ازتون خانم دکتر بقایی و از همه بینندگانی که بینندگان و شنوندگانی که به این برنامه توجه کردن. خدا نگهدار.